مامان برو رو تختت بخواب. منتظر تو بودم پسرم. چرا؟ پسرم نگرانت بودم. چیزی برای نگرانی نیست. خیلی خوب دیگه صبح شده. تو تونستی بخوابی؟ مامان دارم تو بار کار میکنم نه میوه فروشی. تو چرا تو بار کار میکنی؟ ها؟ این کار از کجا پیدا کردی؟ این کار به طغرل مربوط میشه. تو فکر این چیزا رو نکن. چطور میتونم فکر نکنم؟ اون چه بلاهایی که سرت نیاورد، هم تو رو عذاب داد، هم ما رو تو الان داری. من باید داداش عارف رو نجات بدم مامان. پسرم تو هنوز حالت خوب نشده. چی عزیزم؟ کار کنم که حالم خوب بشه مامان؟ بشینم تو اتاقم صدای گنجشکا رو گوش کنم؟ دنبال پروانه ها بودم با اونا خودم رو سرگرم کنم؟ چی کار کنم مامان؟ چی میخوای ازم؟ من داداش عارف رو نجات میدم، طغرل رو پیداش میکنم و به حسابش میرسم. تو داداش عارف خوشبخت میشین، حال من اون موقع است که خوب میشه. راه دیگه ای نداره مامان. نگران نباش، همه چی درست میشه. به من اعتماد کن. بنده خدا رو چه اینجوری کرده؟ اون مرد که حیبون زدش. زنگ بزن این آمبولانس. تو رو خدا یکی زنگ بزن آمبولانس. الان زنگ میزنم. زود باشین، باید یه کاری بکنیم. زود باشین دیگه. بابا معطل نکنید. تو رو خدا یکی زنگ بزن آمبولانس. بیا زود باشین دیگه. معطل نکنید. زود باشین. بهتره اون حیبون وحشی رو در بیارم. ببین بدبخت به چه روزی انداخته. زود باشین. زود باشین. زود باشین. زنگ بزنید آمبولانس. مرد مگه نه؟ اون مطفی آشغال دیگه مرده مگه نه؟ امیدوارم که تو آتیش جهنم بسوز مطفی کسافت بیشرف. بدین به سگا بخورنش. مرتی که یه وحشی برای چی کنتکتش زدی؟ چرا چشش رو اینطوری کردی؟ حسابتو میرسم مرتی که یه وحشی صبح بخیر. صبح بخیر. چقدر خوبه وقتی بیدار میشم تو رو ببینم. انگشتر هنوز تو دستمه. من فکر کردم خواب دیدم که تو بهم پیشنهاد ازدواج دادی، منم قبول کردم و اونقدر خوشحال بودی. ولی انگار خواب نبوده. دنیز بیدار شده؟ نه هنوز خوابه. با هم به دنیز بگیم میخوایم ازدواج کنیم؟ باشه. خیلی خوشحال میشه. آره اما بهتره بعد از این که از مدرسه برگشت بهش بگیم. آره حق با توه. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر فسقلی من. صبح بخیر. چی شده؟ چی شده؟ نمیدونم اما انگار یه چیزی شده. خب مثلا چی؟ من چی میدونم یه جورایی هستیم. چطوری هستیم دخترم؟ یه جورایی دیگه. نه بابا یادتونه یه مدت خسته بودی؟ الان برعکس اونی. به نظر من کاملا حق با توه و حالا من تو رو به جنگ بالشا دعوت میکنم. یه جلو. باید کمکم کنید، داره منو میزنه. میشه نونو بدی؟ من بازیزم. خوش اومدی مامان. ممنون پسرم. اینا چیه مامان؟ کلی تو خونه داریم. خیلی خوب باشه پسرم، اشکالی نداره. خوش اومدی مامان. خیلی ممنون دخترم. داداش اومد؟ اومد. مشکلی که نیست. مثل قبله. مته الان تنهاست؟ خونه است، خوابه. چطوری عروسکم؟ خوبم.
سیر شدی دخترم؟ بله مامان جون سیر بیا. شدم بیا عزیزم بیا به مامان بزرگ بوس بده بیا خدا نگهدارت باشه عزیزم موفق باشی خوشگلم ممنون با هاکان حرف زدی؟ نه حرف نزدم هاکان گناهی نداشته به پلین همه چیو گفته آره مامان میدونم دخترم بهتره دوباره با هاکان حرف بزنی در حقش بی انصافی کردی نمیخوای دعوتم کنی تو؟ بیا برو تو صبحانه خوردی؟ البته اگه آماده کنم هم نمیخوری چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکردم تو قتل احمد دست داری به اینکه تو راجع به من فکرای اشتباه کنی دیگه عادت کردم هاکان لطفا اینجوری حرف نزن به حد کافی خجالت میکشم ماست دارم ماستیه هیچ کس بهتر از من نمیدونه چقدر احمد رو دوست داشتی با اینکه بهش حسودی میکردم اما منم احمد رو دوست داشتم لحظه به لحظه مرگش رو دیدن و چاره‌ای نداشتن آسون نیست ولی من زندم و این مسئولیت ما بیشتر میکنه خیلی کارا باید بکنم میخوای چی کار کنی؟ سلام هاکان معلومه که فهمیدی چی رو فهمیدم؟ منظورت چیه متوجه نشدم هاکان من میخوام باهات حرف بزنم ببین من واقعا دوستت دارم هاکان میتونیم با هم خوشبخت شیم بی خیال این حرفا بگو ببینم چطور فهمیدی تو چی داری میگی؟ تو خبردار شدی بوده بوده اومدی اینجا بهتره فیلم بازی چه خبری هاکان؟ خبر این که بابام همه میراثشو به من داده بابات میراثشو به تو داد؟ دفتردار بهت گفت داره من نمیدونستم قسم میخورم که نمیدونستم پس چرا اومدی اینجا چیکار داری؟ من دوستت دارم باورم کن این یه واقعیته هر دوتامون میدونیم که هدفت چیه بی خود خودتو خسته نکن من عاشقت شدم هاکان دیگه پول برام مهم نیست تو مرد فوق‌العاده هستی همین که پیشت باشم برام کافیه من فقط عاشقت شدم الو منم هاکان فهمیدی؟ علی نیستم اکرام نیستم کنان نیستم فهمیدی؟ هیچ کدوم از اونایی که بدبختشون کردی نیستم هاکان من دوستت دارم اگه یک کم دیگه ادامه میداد باورم میشد که دوستت داره
بابات ارثشو داده به تو؟ آره، اما من نخواستم. شرط گذاشت. در مقابل چی؟ در مقابل اینکه با تو حرف بزنه و همه چی رو تعریف کنه. و تو هم شرطشو قبول کردی؟ اگه قبول نمی کردم حرف نمی زد. اون وقت تو هنوز به من شک داشتی. ببینم مرده؟ برای دکتر صدا بزن. حالتون چطوره؟ چرا چشممو بستین؟ چی شده؟ اتاق عمل بودین. در مورد چشم سوال کردم. هر کاری میتونستیم انجام دادیم، اما متاسفانه چشم چپتون از دست دادیم. چشم چپم؟ بله متاسفانه. چشم چپم. شما بهتره یکم استراحت کنید. آره بیرون. بهتره شما یکم آروم باشین. آره بیرون. حالش چطوره؟ هنوز بیهوشه. اینجا نمیشه کاری کرد. باید ببرینش بیمارستان. اینجا جنازش فقط میره بیرون. که هنوزم وقتش نرسیده. یه کاری بکن. خوب نشم مهم نیست. همین که نمیره کافیه. پسر این همه بهتون میگم به سرشون ضربه نزنین. به گیجگاهشون ضربه نزنین. شما میکن با من همکاری کنین. باشه حالا کشش نده. عصبمون خورد که زیاد زدیمش. اما اگه میمرد براش بهتر بود. اینجوری نجات پیدا میکرد. طغرل که برگرده همه استخوناشو میشکونه. صبح بخیر. صبح بخیر. همین اول صبحی به نظرم همین کافیه مسعود جون. لعنت به این صبح. عشقم. لعنت به تو. کجا بودی مارتیک ها؟ تا صبح کدوم گوری بودی؟ آه منظورتونه عزیزم. دیشب جلسه خیلی طول کشید. بعد دیگه خیلی خسته بودیم. با دوستامون رفتیم یکم مشروب بخوریم. بعد دیگه گرم صحبت شدیم. دیدیم صبح شده رفتیم صبحونه بخوریم. نتونستم با تماس بگیرم. ببخشید ولی کل شبو به فکر تو بودم عشق من. قربونت برم. باشه عزیزم. خب از اول میگفتم. آره بعد 40 سال با رفقام رفتم مشروب بخورم. مگه چی؟ آره جونم نیومدی خونه. تماس نگرفتی. منم تا صبح بیدار موندم. وای عزیز دلم تو چقدر خوب درک میکنی. من چه مرد خوششانسیم. ای جونم قنده سلام. بیا بوست کنم. بیا وای تا نیو من میام. من میام جونم جونم. یه بوش کنم. ببینم این جوکایی که داری به هم میگی واسه من خاطره. مهم نیست. این دفعه میبخشمت. باشه میفهمم. هر زن دیگه یه مرد خوشتیپی مثل منو داشت حسودی میکرد. اتفاقا خوشحال شدم. پس معلوم شد که واقعا دوستم داری. چون زنی که دوست داره حسودی میکنه. وای خدا. وای بابا. خدا لعنتتون کنه. بالاخره میکشمت. دنیز خانوم آماده شدین؟ بازم داریم دیر میکنیم. نگران نباش چیزی نمونده. زود باش ببینم. بودو برو مدرسه. خدا حافظ درخت عزیز.
شده نه؟ آره خوشگلم، بزرگ شده درست مثل تو. من رفتم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بر خانم، برقی که رو انگشترتونه چشامو خیره میکنه. این برق فقط مال انگشترم نیست سلیمان، دلم هم برق میزنه. تبریک میگم، خیلی خوشحال شدم. ای آقا سلیمان، ایشالله قسمت خوده. خیلی دیر شده، من باید برم، کاروبار منتظرم. آره تا وقتش تموم نشده قسمت شما هم بشه. منم میگم که نوش جونتون. بله میبینم. خدمتکار کجاست؟ بهش مرخصی دادم. قرار بود دفتردار بیاری. هنوز زنگ نزدم. پس منتظر چی هستی؟ اول باید حرف بزنیم. بهم قول داده بودی. به قولم عمل میکنم، اما بعد از اینکه تو همه چی رو خوب به من بگی و برام تعریف کنی. من همه چی رو گفتم. نه نگفتی. کیا به احمد شلیک کردن؟ هاکان، قرارمون این نبود. گفتی با پلین حرف بزن، منم زدم. کاریو که خواستی کردم. زود باش، حالا برو دفتردار رو بیار. زود باش. اون کسافتا وقتی احمد داشت جون میداد، با اینکه بهشون التماس کردم که شلیک نکنن، گلوله بارونش کردن. احمد قبل از اینکه بچه‌شو ببینه مرد. میدونستین کیا شلیک کردن؟ الان کجان؟ هاکان، اونا که کاره ای نیستن، فقط حاضرن به خاطر پول آدم بکشن و چیزی هم براشون مهم نیست. حتی اندازه یه سگای ولگرد هم ارزش ندارن. در مورد ارزششون هم فکریم بابا. با اونا طوری که لیاقتشونه برخورد میکنم. میدونی که سگای ولگرد و شهرداری میکشه، اما من اینا رو به شهرداری نمیدم، خودم میکشمشون. با کشتن اونا چیزی عوض نمیشه هاکان. این کار از عهدش تو بر نمیای. باید از یه جایی شروع کرد دیگه. من از شما و زیر دستات شروع میکنم. فعلا همین از دستم برمیاد. حالا بگو اسمشون چیه و کجان؟ اول دفتردار. بگو اول دفتردار. چه خبره؟ چیزی نیست تغرال خان. خیلی مواظب عارف باشین. تا وقتی من بر نگشتم کاریش نداشته باشین. چی شده پسر؟ آقا تغرال، بعد شما بچه ها عارف و حسابی کتکش زدن، گفتن حالش خیلی خوب نیست، بیهوش شده. پسر نکنه. وضعیتش وخیمه. خدا لعنتتون کنه. اگه عارف بمیره یعنی همتون مردین. بی خبر از من مردی که. گوش کن ببین، اون عباس بمیره، فهمیدی چی گفتم؟ باز زنده بمونه، باز زنده بمونه، باید همه اعضای بدنش خوب کار کنن، باید کار کنه تا خودم یکی یکی درشون بیارم. آلام گمشو، برو اینو به اون عوضی های آشغالم بگو. گمشو. Hmph.
هنوز زیاد با هم آشنا نشدیم، دیر آشنا شدیم، اما وقتمون زیاده، جبران میکنیم. خیلی چیزا در موردت شنیدم، جوان با معرفتی هستی، با دل و جرأتی، صادقی. اینجام شجاع بودن و مرد بودن و صداقت خیلی مهمه، تو هم به مرور زمان میبینی. شجاع بودن و مرد بودن و نشونت میدم. اگه چیزی رو بلد نیستی من میتونم کمکت کنم. نمیتونم سوال 17 رو حل کنم. الان میام. این که خیلی آسونه. خب ببین، A, F, E و X در نظر میگیریم، باشه؟ پس E, F و D هم X میشن چون با هم برابرن. حالا اینجا فاکتور میگیریم. اگه دی بی برابر با 2x باشه، پس ای اف ای تقسیم بر 2 و ای بی جی تقسیم بر 2 هم مساوی میشن با x به روی 4. بعدش این با این ساده میشه. حالا دور در دور، نزدیک در نزدیک میکنیم و به جواب میرسیم. چطور بود؟ آسونه نه؟ آره. خب اینجوری خیلی آسون تره. من کلا شفاهی زودتر یاد میگیرم. به مت فکر میکنی؟ آره. آیچه، تصمیم گرفتی کدوم دانشگاه درس بخونی؟ آره، میخوام معلم موسیقی بشم. معلم موسیقی؟ آره. اما ریاضیت که خیلی خوبه، من فکر میکردم یه رشته از دانشگاه فنی انتخاب میکنی. فکر کردم اگه معلم موسیقی بشم بهتر میتونم با مت کنار بیام. چه میدونم، با هم کار میکنیم، شاید هم با هم آهنگ بسازی. همیشه آرزون بوده. امیدوارم به خواستت برسی. تازه خیلی خوشحالم که امیدتو نسبت به مته از دست ندادی. تو چی؟ من؟ تو تصمیمتو گرفتی که چی میخوای بخونی؟ علوم اجتماعی ادبیات میخونم. یا هر دوش؟ هر دوتاش؟ یعنی میخوای هم علوم اجتماعی بخونی هم ادبیات؟ آره، میخوام یه نویسنده مشهور بشم. در نتیجه بر اساس توضیحات داده شده، تمام دارایی کارخانجات، شرکت‌ها، منزل و تمام موجودی حساب‌های بانکی‌ام را به پسرم هاکان تاتلی اغلو واگذار می‌کنم. خلاصه وصیت اینه. کارهای قانونیش هم من انجام میدم. اگه مشکلی نیست امضا کنین. بده. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر هاکان. خواستتو انجام دادم. اسمم تو تاریخ به عنوان کسی که به زور پدرش پولدار میشه ثبت شد. حالا حرف بزن هاکان. اگه حرف بزنم با دستای خودم تو رو به کشتن میدم. این کارو نمی کنم. با اجازت از این استفاده میکنم. چه کار میکنی؟ نکنه میخوای منو بزنی؟ اینطوری که تنبیه نمیشی بابا. اگه حرف نزنی میخوام خوب تنبیهت کنم. کنجکاف شدم. چجوری میخوای تنبیهم کنی؟ چه کار میکنی هاکان؟ قاتلا کیان؟ پسرم الان کجا؟ تکو نخور. واسه باشه. هم بگو. سب کن. باشه باشه. کیا شلیک کردن؟ ها؟ سفر. سفر. حمید. حمید و نوکای.
ونوگای. اونا کجا؟ من چه میدونم، هر کجایی میتونن باشن. بابا باشه باشه، تلفن رو بیار. الو، منم اکران. گوش کن، به سفر بگو همراه حمید و نگاه بیان اینجا. بهشون بگو که یه ساعت دیگه بیان انبار یدیکوله. یه ساعت دیگه بیان انبار یدیکوله. زود باش، زود باش. ممنون بابا. هاکان، هاکان، من جواب میدم مامان بزرگ. الو؟ الو، گوش کن ببینن، پرین تویی؟ بله، شما؟ منم اکرام. گوش کن ببین چی میگم. شده کی بود؟ خداحافظ عزیزم. خداحافظ آقا سونر. پلین خانم زنگ زدن، کار واجبی دارم، به نظر نگران میاد. بله. با اکرام تنسیوغلو کار داشته؟ بله خودمم. خوشی دستتون باشه. آقا اکرام. قربان. سلام، شنیدم که بیمار شدی. خواستم حالتون رو بپرسم. خدا رو شکر به نظر بهتر میاین.
خیلی ممنون قربان، ممنونم. امید خدا به زودی حالتون خوب بشه و خدمت به ملت و وطن رو ادامه بدین. امیدوارم قربان، من هم آرزوی جزی ندارم. به شما احتیاج داریم آقا اکرام، خواستم اینو هم به اطلاعتون برسونم. میخواییم در دوره جدید و با برقراری دموکراسی از اطلاعات و تجربه هاتون تو دولت و مجلس استفاده کنیم. به زودی شما رو به آنکارا دعوت میکنیم تا یه جلسه خصوصی برگزار کنیم. هرچه زودتر سلامتیتون رو به دست بیاریم. خدا نگهدار. خیلی ممنونم قربان، ممنونم. در خدمتم قربان، خدافظ. روزی که میخواستی رسید اکرام تطلیقلو. نکنه اینا یه حزب جدید تشکیل دادن، من رو واسه ریاست اون میخوان. آره البته، ریاست دولت موقت رو میخوان به من بدن. خدایا، ای خدا، احتمالا خودشه. بعدش هم حزب جدید. ای خدایا، ای خدایا، هاکان، ای هاکان، اینجا شانس اومده در خونمون رو میزنه. اون وقت تو رفتی سرتو گرمه، چه کارایی کردی هاکان؟ 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 پسر الکی اومدیم اینجا و منتظر موندیم، نمیدونیم چی شده، نمیدونیم چی کارمون دارن. یه کاسه زیر نیم کاسه است، پاشین بریم. دستاتون رو ببرین بالا، بالا، بر نگرد، کتتون رو در بیارین، زود باشین. اسلحه‌هاتون رو بندازین زمین، غلط اضافه بکنی شلیک میکنم. یواش برو کنار دیوار، زود باش ببینم صورتت به سمت دیوار باشه. بگه کری، نگاه نکن، زود باش، دست بالا. حالا آروم برگردین. شناختین؟ پسر آقا اکرامی. آفرین، اون روزی که به احمد شلیک کردینم منو شناخته بودین، چون پسر آقا اکرام بودم بهم شلیک نکردین. اما اشتباه تو اشتباه کردی، الان دوباره داری اشتباه میکنی. ما به خاطر وطن و مردممون این کارو کردیم. وطن و مردم گفتن که بری احمدو بکشی؟ ها؟ وطنی که میگی کجاست؟ ها؟ مردمی که میگی کجان؟ کی و کجا این دستور رو بهتون دادن؟ ها؟ حرف بزنین دیگه، بگین کی و کجا؟ مردمی که میگی کدوم گوریان؟ کجان؟ زیر کدوم سنگ؟ هر جا درگیری میشه شما اونجایین، هر جا حقی ناحق میشه شما اونجایین، هر جا یه انسان بیدلیل کشته میشه شما اونجایین. همه تون خائنین، خائنین وطن، بی شرفا، آدمای پست. شما هر دروغی که دوست دارین به مردم میگین، مخالفاتون هم میکشین، مگه نه؟ صدا کنین ببینم، صدا کنین اون مردم و وطنی رو که شما رو مأمور کردن، صدا کنین بیان. میکشمتون عوضی ها، بگین بیان نجاتتون بدن. صداشون کنین، صداشون کنین، زود بشین، منتظرم. وقتتون تموم شد. هاکان، نزدیک نشی، تکون نخوره، تکون نخوری، شلیک میکنم. تکون نخور، اسلحاتونو بندازین، زود باشین. تا سه میشمارم، یک، دو. باشه، بندازین، برین عقب. حق داری، معلومه که دفعه قبل اشتباه کردی، اما این دفعه اون اشتباه تکرار نمیکنی. نه آقای، تکون نخور. یه گوله تو مخت خالی میکنم، اون وقت میفهمی که مردم و وطن یعنی چی. No, no, no!
سفر به سلامت. به احمد سلام برسون. پسرم زود باش از اینجا بریم. پاشو بریم. من حالم خوب میشه، باور کن. حتی خیلی هم خوبم. تا حالم این همه خوب نبودم. پسرم پاشو. کلده گنده های مملکت منتظر هر دومونن. ببین پسرم، راه زندگی تو درست میکنم. تو هم زندگی تو میسازی. بهت قدرت و مقام میدم پسرم. حتی مقام تو بزرگتر از من میشه. آره این کارو میکنم. بابا خوبم. من خوبم. بابا بابا تسلیت میگم. هاکان، چیزی لازم داری؟ نه. بابام مرد. دیگه چی میتونم بخوام؟ غم، قصه، نفرت. حتی لحظه مرگشم میخواست منو به راه خودش ببره. بعد اون همه اتفاقی که افتاد، هنوز نتونسته بود درکم کنه. هنوز داشت سعی میکرد که منو مثل خودش کنه. هیچ موقع نفهمیدم که من کیم و چطور آدمیم. متوجه نشد هرگز. منم وقتی بابا مرد همین حسو داشتم. به مرور زمان سوالای دیگه‌ای به ذهنم رسید. سوالایی که قبلاً به ذهنم نمی‌رسید. چه سوالایی؟ اینکه من تونستم بابامو درک کنم. بابا من فکر می‌کرده که من درکش نکردم. از اینجور سوالا. تونستی جوابشونو پیدا کنی؟ نه. شاید سوالا مهمتر از جوابا بوده. از کجا معلوم؟
نفرت در کردن بقیه رو سخت میکنه. اما عشقم آسونش نمیکنه. بابا جون. چیه دخترم؟ خیلی ناراحت شدم بابا جون. ناراحت نباش عزیزم، اون الان راحت تر از همیشه است. ناراحت نباش. زهرا پیش هاکانه؟ آره. هاکان چطوره؟ سعی میکنه خوب باشه. چه کار کنه؟ پدرش دیگه. بیا عزیز دلم. ماما بابام حالش خوب نیست، میشه چند روز اینجا بمونیم؟ الان به ما احتیاج داره. دخترم برادرت چی میشه؟ اونم میاریم اینجا. پلین اگه بخوای عثمان میره احمدو میاره. باشه، پس ما با زهرا اینجا میمونیم تا هاکان تنها نمونه. عثمان لباسای مدرسه زهرا رو میاری؟ چشمم چی؟ ممنون مامان جون. چیزی لازم داشتی خبر بده عزیزم. باشه مامان جون. مامان میری کارگاه؟ آره پیاده میرم. تو چی؟ خونه. داداش میشه تو احمدو بیاری؟ چرا؟ من یه کاری دارم، باید برم یه کتاب درسی بخرم. باشه میرم. مرسی. دخترم دم در نمون، برو تو عزیزم. کتاب درسی و اینا بهانه است نه؟ نه مادرم، چه بهانه ای؟ اونجوری گفتی تا متوای چه هم دیگر رو ببینن نه؟ مامان میخوام کتاب بخرم. دماغت دراز شد. سلام. خوش اومدی. مهتم اومده. مهتم خوش اومدی. چرا دم در وایستادی؟ بیا تو. بیا. سلام مامان بزرگ. قربونت برم. خوش اومدی. احمد کجاست؟ غذاشو دادم، الانم خوابیده. پلین و زهرا امشب قراره پیش هاکان بمونن، نخواستن هاکانو تنها بذارن. احمدو میبرم اونجا، ضمناً لباس و وسایل مدرسه زهرارم میبرم. خب من برم وسایل زهرار رو آماده کنم. خوبی؟ خوبم. تو چی؟ خوبم. ببینین کی بیدار شده. ببینین کی بیدار شده. به مت سلام کن، دایی اومده. بگیرش داییش. دایی جون. ای چقدر بهت میاد. ایشالله تو هم صاحب یه پسر خوشگل مثل احمد بشی. من برم وسایل زهرا رو آماده کنم.
سوار شو. چیه میخوای بچه رو تو بغلت بگیری و رانندگی کنی؟ سوار شو دیگه دختر. عزیز دلم، احمدم، چقدر دلم برای تنگ شده بود. ممنون بچه ها زحمت کشیدین. خب دیگه آبجی، دم دربان هستیم، برین تو. شما بیاین. من باید برم. منم برم. باشه، پس میبینم. خداحافظ عزیز دلم. آیچه، کجا میری؟ خونه. بیا من برسونمت. اینو یادت میاد؟ کاست پر میکنی این آهنگای گلچین؟ بله. باشه، ما یه کاست میخوایم. اگه دو سه تا از آهنگای خودتونم باشه خوشحال میشیم. تو چی؟ تو تا حالا با این ماشین رانندگی کردی؟ نه، من که رانندگی بلد نیستم. آخه منم خیلی وقت رانندگی نمی کنم. عثمان میرونه. خب منظورت از این حرفا چی؟ نفهمیدم. هیچی، فقط نفهمیدم این کاسه چطوری اومده تو این ماشین. نمیدونم، یعنی تو این کاست آهنگای خیلی خوبی هست، هر کسی دلش میخواد که گوش بده، چون که آهنگاش خیلی خوبه. Sevenler ayrılmaz. Bir...
gittin beni bir başıma, bırakıp da gittin beni bir başıma. Kumak koni! İltemas mikonam! Dönem koni! Dönem koni! Gizli! Dönem koni! Dönem koni! Dönem koni! Gizli! Gizli! خیلی خوب، باشه باشه باشه، آروم باش، آروم باش گیزده، آروم باش، خیلی خوب، آروم باش، آروم باش، باشه گیزده، آروم باش، آروم باش لطفا، آروم باش، خیلی خوب، آروم باش، آروم باش. ولم کن، میخوام ببرم. من پیشتم، آروم باش، کسی اینجا نیست، آروم باش، کسی نمیبرته. ببین منم مته، آروم باش، تموم شد، باشه تموم شد. متشکرم. میشه جان. خب داداش، آخر سر عشق مته و آیچه چی میشه؟ باید یکم صبر کنی، بذار موقعش برسه. فقط آخرش خوب باشه. حالا میبینی. بیدار شدی؟ دخترم تو نرفتی؟ نه نرفتم، مامانم هم اینجاست. مامانت هم اینجاست؟ آره، احمدم اومد، تو تخت من خوابیده. دیگه بیدار شو، با مامانم غذا درست کردیم، شام آماده است. زود باش. خوب خوابیدی؟ چطوری؟ خوبم. خوبه، بشین سر سفره. دست وقت زهراست، سوپی که تو به شیاد دادی و درست کرده. الو حکم، باز تویی؟ چی میخوای؟ شنیدم چی شده؟ خیلی برای بابات ناراحتم. چرا ناراحتی؟ قرار بود بمیره دیگه، امروز یا چند روز دیگه. دیگه چه فرقی میکنه؟ مگه چیزی که تو میخواستی این نبود؟ من واقعا ناراحتم آکان، بهت تسلیت میگم. باشه، ممنون. منم به تو تسلیت میگم. کی بود بابا؟ تو نمیشناسی دخترم، یکی از همکارام بود، بهم زنگ زده بود تسلیت بگه. این خوشمزه ترین سوپیه که تو عمرم خوردم. دست درد نکنه دختر خوشگل من. نیشه جونت باشه بابا جونم. شب بخیر. شب بخیر ایبا. خبر اکرامو شنیدم. خب آدم درست حسابی نبود، درب داغون بود، اما خدا رحمتش کنه. ایبا، آدم پشت سر مرده حرف نمیزنه. حالا هرچی، من همونطور که خواستی در مورد خونه، یعنی در مورد اجاره خونه دارم پرسجو میکنم. این خبر خوبیه.
نمیخوام امشب تنهات بذارم. بیام با هم غذا بخوری؟ امشب نه ایبا، حالم خوب نیست، میخوام تنها باشم. باشه، پس بعدم میبینمت عزیزم. میبینمت دیگه. آره آره. خوش اومدی هاکان. چطوره؟ پدرشو از دست داد، پریشونه. هرچقدرم که ازش متنفر باشه پدرشه. درسته. دنیس کجاست؟ تو اتاقشه، داره درس میخونه. الان مشقشو تمام میکنه میاد. تا اومد دوتایی بهش بگیم. باشه؟ باشه. مامان من میرم سر کار، صبح برمیگردم. باز نگران نشی. مراقب باش پسرم. مشقت تموم شد؟ همشونو تموم کردم. آفرین به تو دختر خوشگل. چقدر خوبه، یه طرف بابامه یه طرف هم کل بهارم. اوه دنیز جون. بله بابا جون. خب من میدونم تو خال بهارتو خیلی دوست داری. خیلی؟ من بیشتر از خیلی دوستش دارم. تو آسمونا دقیقا مثل درختم. قصدی نکن، چونم اینقدر دوست دارم. میدونم منم خاله بهار تو خیلی دوست دارم. شنیدی خاله بهار؟ بابامم خیلی دوستت داره. البته من میدونستم، نمیگفت اما من میدونستم. دیگه قرار نیست با هم دعوا کنین مگه نه؟ ما ستا و خاله نازلی و عمو سلیمون میتونیم خیلی خوب زندگی کنیم. خوشحال شدی؟ خیلی خوشحال شدم. پس یه خبر بهت میدم که بیشتر خوشحالت کنه. باشه؟ چی؟ منو خاله بهارت میخواییم. خب؟ یعنی خاله بهار و من داریم ازدواج میکنیم. ازدواج میکنی؟ آره. یعنی زن و شوهر میشی؟ آره. یعنی شما مامان و بابا میشی؟ بابات که باباته. خب اگه بخوای من میخوام مامانت بشم. البته اگه تو بخوای، یا اگه نخوایم همون خاله بهارت میمونم. این منو خیلی خوشحال میکنه. چی شد؟ خوشحال نشدی؟ خوشحال شدم عزیز دلم. چی ناراحتت کرده؟ چیزی نیست، خوابم میاد، میخوام بخوابم. باشه ما هم بریم بخوابی. خودم میرم میخوابم. خیلی خوابم میاد، زود خوابم میبره. خوشحال نشد اما گفت خوشحال شده. یعنی فکر کنم تعجب کرد.
مگه نه؟ این براش یه چیز تازه، یه تعجب کرد. آره تعجب کرد، یعنی آره میتونه تعجب کرده باشه. حتما تعجب کرد. من برم یه سر بهش بزنم. باشه، به نظر من کارش نداشته باش، بذار بخوابه، فردا باش حرف میزنیم. بیا بشین عزیزم، بیا. راست میگی، باهاش حرف نزن. آروم باش بابا، جایی برای نگرانی نیست، همه چی درست میشه، نگران نباش. شدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب پسرم، با خودم گفتم جای این که تو خونه بمونم و هزار تا فکر کنم، بیام با چشای خودم ببینم. باشه مامان، ببین اینجا محل کار منه، منی چه موزیکال اینجا باره. خب دیدی، حالا دیگه برو، اینجا برای تو جای مناسبی نیست. مته، اینجا برای تو هم جای مناسبی مامان نیست. لطفا تو رو خدا کسی هم نفرست دنبالم، اگه خوبی منو میخوای باید باورم مته کنی. پسرم مامان زود پسرم. باش بیاده. من چجوری اینجا تنهاد بذارم برم؟ باش بیا بریم مامان. مته چجوری تنهاد بذارم دیگه مامان، به حرفم گوش کن. اما فکرم پیشت برادر. میمونه مامان، به نمیتونم. کار میکنم، کار بعدی که نمیکنم. خب فکرم پیشت میمونه. نگرانم نمیتونم پسرم. باش باشه پسرم، مراقب خودت باش، خواهش میکنم. باشه داداش، خانمو جایی که میخواد ببرم. چشم. ممنون نازلی. شب بخیر. شب بخیر. پنجره ای اتاق دنیز خانم باز مونده. من باز نکردم. اما بازه. اگه دنیز اونجوری بخوابه مریض میشه، لطفاً دقت کن. اما دنیز که تو اتاقش. مگه میشه همین الان رفت بخوابه؟ چند دقیقه پیش نگاه کردم تو اتاقش نبود. شاید تو اتاق بهار خانومه. چیزی شده؟ دنیز پیش توه؟ نه. مگه تو اتاقش نیست؟ قراره پشت قهوه خونه قمار خونه باز کنن، ما هم تازه با خبر شدیم، نمیخوان سهم ما رو بدن. یعنی چی که نمیدن؟ ویسکی ما چی شد؟ گفتین از اسکاتلند بیارن؟ آخه بهترین ویسکی تو اسکاتلند درست میشه، به خاطر همون گفتم. شوخی با حالی بود نه؟ زود باش پسر، زود باش. رفیقمون حالش چطوره؟ چه شده؟ نپرس داداش، خیلی بد شده، رسمن داغون شده، قراره عملش کنن. تو بیمارستانه؟ آره. خودشو زود جمع جور میکنه، تسلیم نمیشه، اون طغروله. ای دست و پا چلفتی، کاش تو سرت، دقت کن دیگه، تمیز کن اینجا رو. معذرت میخوام قربان. زود یکی دیگه بیاد اینجا رو تمیز کن. اینا رو کجا میاری شما؟ ببخشید دست و پا چلفتی. نیست، همه جا رو گشتی؟ همه جای حیات هم گشتیم اما نیست. ای خدایی، این بچه کجا رفته؟ الو، بله. واقعا؟ باشه، همین الان میام اونجا. کی بود؟ چی شده؟ جمیل خانوم، رفته اونجا. اوه. بریم. نمیخواد، نمیخواد ما ازدواج کنیم، نمیخواد من با تو ازدواج بهار. کنم. ببین
کاش فعلا بهش نمیگفتیم. جمیله خانم، یعنی اون الان در موردمون چی فکر میکنه؟ خیلی حس بدی دارم سونر، خیلی میترسم. بریم پیش دنیز حرف بزنیم ببینیم چی به چیه. دلیلی نداره از الان بترسی. زود باش. سربازا دیشب ریختن تو قهوه خونه دور میدون. قمار خونه هم داشته. هر کی اونجا بوده رو با خودشون بردن. اونجا رو هم پلم کردن. زیاد طول نمیکشه. دو سه روز. تو چرا اینجا وایسادی پسر؟ چیزی گفتم، شاید چیزی بخوام. برو اونور ببینم. چشم نیست. خب داشتم چی میگفتم؟ تا دو سه روز دیگه همه چی درست میشه. بیاین تو. برو تو. بالاست؟ بالاست. نگفت واسه چی اومده اینجا؟ گفت. گفت شما دوتا میخواین ازدواج کنین. عصبانی نشدم، اما ترسیدم. دخترم، ما خیلی نگرانت شدیم. دیگه همچین کاری نکن، باشه؟ معذرت میخوام. تو از چیزی ناراحتی؟ بله. میشه بگی؟ میگم. شما میخواین ازدواج کنی؟ بله. زن شعرا وقتی ازدواج میکنن توی یه تخت میخوابن. کرم بهم گفت. کرم؟ ببینم کرم چرا باید همچین چیزی به شما بگه؟ اصلا چه دلیلی داشته؟ میشه بعدا در این مورد حرف بزنیم؟ باشه باشه دخترم، باشه، بعدا حرف میزنیم. چیزی که ناراحتت کرده چیه عزیزم؟ تو از این به بعد تو تخت بابام میخوابی، با هم میخوابی. بعدش من تنها میخوابم و دیگه نمیتونم بیام پیشت. یعنی از این ناراحت شده بودی؟ از چی بابا؟ این موضوع خیلی برام مهمه. یعنی تو... تو به خاطر اینکه ما میخواییم ازدواج کنیم ناراحت نشدی؟ ناراحت بشم؟ خیلی هم خوشحال شدم، اما خیلی بده که دیگه نمیتونیم با هم بخوابیم. آی بیا ببینم. بیا. آره خاله بهارش، باید برای این موضوع مهم یه چاره پیدا کنین، چون دنیز واقعا حق داره. جون دلم عزیزم، یعنی فکر میکنی وقتی تو بترسی و بیایی پیشم من باهات نمیخوابم؟ البته که میتونی بیای. میای و بین ما دوتا میخوابی. ستایی با هم میخوابیم. بعضی وقتا من میام پیش تو، تو تخت تو میخوابم. این چطوره؟ واقعا میگی؟ البته دخترم. اوخیش، خیلی ترسیده بودم. و آخ جون. بچه ها خوابیدن؟ آره خوابیدن. هاکان؟ بله. فردا تشییع جنازه باباته، نمیخوای بری؟ نه. Thank you.
چرا اینجا موندی؟ زهرا اصرار کرد، گفت بابامو تنها نذاریم. حتی اگه به خاطر اصرار زهرا مونده باشی ازت ممنونم، اما من خوبم. یعنی حس نکن که مجبوری. شب بخیر. شب بخیر. نوشو جونت عزیز دلم. جمیل خانم به خدا یاد بچگی هم افتادم. نوشو جونتون. کیکاش همیشه خوشمزه. من نمیخوام شما در مورد من فکر بدی بکنین. این وضعیت، یعنی وضعیت من و سونر، خب شما مادر آیلین هستین و من جان. من مادر آیلینم، آره، اما مادر بزرگ دنیزم هستم. دنیز و سونر به تو نیاز دارن. نمیشه با زندگی قهر کرد. مجبوریم زندگیمونو ادامه بدیم، چون اونایی که دوستشون داریم هم با ما زندگی میکنن، تو قلبمون، تو خاطراتمون. هم به خاطر خودمون زندگی میکنیم، هم به خاطر اونا. من میخوام تو و سونر و دنیز با هم شاد باشین، چون اگه شما شاد باشین منم شاد میشم. مطمئنم آیلینم خوشحال میشه. خیلی ممنون. خونه بهار، کیک مامان بزرگم خیلی خوشمزه شده، شما هم باید امتحان کنی. باشه، پس بیاییم ببینیم چه خبره. مته کجاست؟ مته توی بار شروع به کار کرده. توی بار؟ چرا؟ فکر کنم از طغرل یه ردی پیدا کرده، وگرنه اونجا کار نمی کرد. مته توی بار کار میکنه. جالبه. شما آدرس این بار رو میدونین؟ تو هاربی هست، منکش موزیکو. ما بریم یه نگاهی بندازیم سلیمان، ببینیم. شما اذیت میشین، من پیگیری میکنم. باشه. خیلی ممنون، من خیلی بهتون زحمت دادم. این چه حرفیه؟ شما امروز دوباره به من زندگی بخشیدین. من هر کاری کنم بازم کم کردم. خیلی خوب، خیلی خوب، آروم بخور، میپره تو گلوتو. خب دیگه پاشین خانوما، پاشین خانمای چاقالو، باید بریم. به من و تو گفت چاقالو؟ آره، نتونستم بگم خپل، گفتم چاقالو. انقدر خوردین داریم میترکین. باشه دیگه، نمیخوریم که چاقالو نستیم. شدی عزیزم، خیلی چاقالو شدی، بریم. پاشین. یا ببوسمت. الو، یه دقیقه. ساله، با آقا رشید کار دارم، صداش کن. پیگیر این کار باش، یادت نه. آقا رشید، تلفن با شما کار داره. کیه؟ نمیدونم. اگه تونستی یه کار انجام بدین، خودم سوال نمی کنه که کیه؟ قربان من. باشه باشه، بسه، زر نزن. الو. بله. آه، بفرما. حلش میکنی، حلش میکنی. خیلی خوب، باشه. زود برو داوود و صدا بزن. زود باش، زود باش. داداش، آقا راشد کارت داره. بفرما داداش. شماره بیمارستان میدونی؟ همون که طغرل بستریه، خلیل میخوام. وایسا یادداشت کرده بودم. 14-22 14-22-22 رو بگیری پیداش میکنه. یه لحظه سوال کنم، شماره اتاقش
89. شماره اتاقش 89. باشه باشه. خواهش میکنم. خدافظ. پسر دیوونه شدی؟ آقا راشدو داره دستش میخوان تا صبح اینجا بمونن. هممون باید تا صبح بمونن. مادرم مریض شده. باید ببرمش بیمارستان. زن بیچاره تو خونه تنهاست. لطفا. باشه اشکالی نداره. برو منم یه کاریش میکنم. اما دیگه همچین کاری نکن. باشه؟ باشه. ایول. شما اینجا چی کار داریم؟ اومدم ملاقات. این چه وقت ملاقاته؟ اینجا پرسه نزن، برو فردا بیا. باش باش. داداش سلیمان؟ سلام آقای دکتر. اینجا چه خبره؟ خواستم قبل تو وارد عمل بشم، اما طغرل از هر دوتا موز رنگ تره. از بیمارستان رفت. حالا که اومدیم تو این اتاق چی کار کنیم؟ میخوای همدیگر معاینه کنیم. برامون مجانی تموم میشه. بیمارستانش هم بد نیست.